زمین سیاره ای پر از زیبایی و شگفتی است. جزایر موجود در زمین به خاطر موقعیت طبیعی خاص و مناظر بی‌نظیرشان یکی از زیباترین و بکرترین مناطق در تمام زمین هستند. اما در کنار این زیبایی ها بعضی از این جزایر مکانهای مخوف و خطرناکی برای انسان و حتی سایر موجودات هستند. در حالی که شما در اتاق امن و راحتتان مشغول تماشای این ویدیو هستید، بد نیست بدانید مکانهایی روی زمین وجود دارند که حتی تصور خطرات موجود در آنها خواب را از چشمانتان خواهد ربود. با ما همراه باشید تا شما را با چند جزیره خطرناک و مرگبار آشنا کنیم که بهتر است پس از دیدن این ویدیو آنها را از لیست تعطیلات آخر سالتان خط بزنید. شماره 4، جزیره مارها در برزیل. اگر شما از مارها وحشت دارید، جزیره مارها اصلاً برایتان مکان خوشایندی نخواهد بود. مردم محلی برزیل میگویند که در هر متر مربع از این جزیره بین 3 تا 5 مار سمی وجود دارد. این مکان مخوف در 33 کیلومتری خلیج سائو پائولو در برزیل قرار دارد. هر انسانی که پای در این جزیره بگذارد فقط دو راه پیش رویش خواهد بود، یا اینکه توسط مارهای سمی کشته شود و یا شروع به کشتن مارها کند. دولت برزیل ورود افراد عادی به این جزیره را به طور کامل ممنوع کرده است و فقط اعضای تیم‌های تحقیقات، آن هم با دریافت مجوزهای بسیار سختگیرانه و گروهی از اعضای نیروی دریایی برزیل، حق ورود به این جزیره را دارند. البته این محدودیت‌ها باعث شده تا جمعیت مارهای این جزیره به طور تصاعدی افزایش یابد. افعی‌های سرنیزه‌ای زرین و افعی گودال از سمی‌ترین مارهای این جزیره هستند و نیش هر کدام از آنها قادر است در عرض چند دقیقه یک انسان بالغ را از پای درآورد. 90% مرگ و میرهای ناشی از مارگزیدگی در کشور برزیل ناشی از نیش این دو مار سمی است که هر دو نمونه در جزیره مارها به وفور یافت می‌شوند. اما پوشش جنگل‌های انبوه این جزیره باعث شده که مارها به راحتی طعمه خود را در این مکان غافلگیر کنند. مارهای این جزیره از پرندگان مهاجر تغذیه می‌کنند و در دنیای دور از هیاهوی انسان‌ها مشغول زندگی مرموز و آرام خود هستند. شماره 3، جزیره رامره در برمه. در اواخر جنگ جهانی دوم، یک نبرد خونین 6 هفته‌ای بین نیروهای آمریکایی و ژاپنی در نزدیکی این جزیره در گرفت. از حدود 1000 سرباز ژاپنی که به جزیره رامره در برمه یا همان میانمار وارد شدند، فقط 20 نفر زنده ماندند. 980 سرباز ژاپنی که در این جزیره کشته شدند، هیچ کدام بر اثر تیراندازی آمریکایی‌ها از بین نرفتند، بلکه همگی طعمه کروکودیل‌های موجود در این جزیره شدند. یکی از مرگبارترین نقاط روی زمین، بدون شک جزیره رامره در برمه است. اگر خیلی خوششانس باشید و از هجوم کروکودیل‌های بیشمار و بیرحم مرداب‌های این جزیره جان سالم به در ببرید، به احتمال زیاد پس از مدت کوتاهی بر اثر نیش عقرب‌های سمی و یا پشه‌های مالاریا کشته خواهید شد، چرا که این جزیره سرشار از این موجودات است. هیچ انسانی توان زنده ماندن در این جزیره را برای مدت زمان طولانی نخواهد داشت. شماره 2، جزیره فریزر در استرالیا. برخلاف اسمش، این جزیره هیچ شباهتی به محیط یک فریزر ندارد، بلکه بیشتر به یک آکواریوم بزرگ و مرگبار شبیه است. با وجود سواحل بی‌نظیر متعدد با ماسه‌های سفید و آب‌های زلال و شفاف، جزیره فریزر یکی از مرگبارترین جزیره‌های جهان است. اگر بخواهید در سواحل زیبای این جزیره حمام آفتاب بگیرید، به راحتی طعمه عنکبوت‌های مرگبار با سمی کشنده و یا سگ‌های وحشی و درنده دینگو در این مکان خواهید شد. اما اگر از شر آنها به دریا پناه ببرید، کوسه های درنده و عروس های دریایی زهراگین به استقبالتان خواهند آمد، چرا که آبهای اطراف این جزیره پر از این موجودات است. پس این جزیره برخلاف ظاهر فریبنده اش اصلا جای مناسبی برای گذراندن تعطیلات رویاییتان نخواهد بود.
شماره 1، جزیره سانتینل شمالی در هند. برخلاف سایر جزایر معرفی شده، در جزیره زیبای سانتینل شمالی زیاد خبری از مارها و عقرب‌های سمی و یا کروکودیل‌ها نیست و ظاهراً همه چیز امن و آرام به نظر می‌رسد. اما موجودات خطرناک این جزیره استثناءً اهالی و انسان‌های ساکن آن هستند. جزیره سانتینل شمالی یکی از جزایر آندامان است که به لحاظ سیاسی متعلق به کشور هند است. این سرزمین سکونتگاه سنتینلی ها، گروهی از بومیان در انزوای خودخواسته است که اغلب با توسل به زور از انزوای محافظت شده خود در برابر دنیای خارج دفاع می کنند. قانون حمایت از قبایل بومی جزایر آندامان و نیکوبار در سال 1956 سفر به جزیره و هر گونه نزدیک شدن بیش از 5 مایل دریایی به آن را که حدود 9 کیلومتر است ممنوع می کند تا از ابتلای جامعه قبیله‌ای به بیماری های خارجی که نسبت به آنها مسئولیت اکتسابی ندارند جلوگیری کند. این منطقه توسط نیروی دریایی هند تحت نظارت قرار دارد. جمعیت ساکنان این جزیره بین 50 تا 400 نفر تخمین زده می شود. سنتینلی ها از هر گونه ارتباط با مردمان دیگر دوری کرده و جزء آخرین مردمانی هستند که با دنیای مدرن ارتباطی نداشتند. دانشمندان تخمین زده اند که سنتینلی ها به دلیل دوری از تمدن در حدود 60 هزار سال از تمدن روی زمین عقب‌تر هستند. سکنه این جزیره با تهدید بالقوه بیماری‌های عفونی که در مقابل آنها ایمن نیستند و نیز خشونت مزاحمان روبرو هستند. بنابراین دولت هندوستان کل جزیره را که تقریباً به اندازه جزیره لاوان است و آب‌های اطراف آن منطقه ممنوعه اعلام کرده است. این جزیره به باغ وحش انسانی مشهور است و ساکنان آن هنوز به شیوه انسانهای نخستین زندگی می کنند و با مزاحمان و افرادی که به قلمرو آنها تعرض می کنند به وحشیانه ترین شکل ممکن برخورد می کنند. داستانهای زیادی در مورد افراد کنجکاو و ماجراجویانی که تلاش کرده اند با مردم این جزیره ارتباط برقرار کنند وجود دارد، اما اکثر این افراد عاقبت خوبی نداشته اند و به دست ساکنان این جزیره کشته شده اند. همراهان گرامی، از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. لطفاً اگر به محتواهای علمی و تاریخی علاقمند هستید، کانال مثبت وب را سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای جدید ما اعلانها را فعال نمایید. ضمناً نظرات و پیشنهادات ارزشمندتان را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید و مطمئن باشید که به همه آنها پاسخ خواهیم داد.